سری یه دونه جپ میزنه، یه دونه کیک، یه دونه کیک برمیگرده، یکی او چه جپی بنر رو زمین میکنه میکنه مثل نقل و نبات، چه خفن، پا رو میگیره یه پنجه میزنه بعدم میندازه رو زمین. هو برگشتیم، برگشتیم با یه مسابقه ناب. براتون سلیمان احمدیار رو بردیم، معروف به قیچی قاتل، یعنی اسمش اینه قیچی قاتل. قیچی اساسی هم آره، یعنی مثلا اینجوری میگیره بعدم قیچی که زخمی نمیشیم میبینیم. آره، یکی از خاص‌ترین لقب‌های MMA رو از آن خودش کرد. آره، قیچی قیچی در مقابل یه رفیقمون به نام مک ویلیامز توی یکی از سازمان‌هایی که توی آمریکا بوده، کلاً سلیمان خودش توی آمریکا اینا فایت می‌کرده. یکی از فایت‌هاش هم فکر کنم ریاکشن رفتیم همین چند ماه پیش و یه فایتر سنگی وزن خفنه. الان اون فایتو براتون آوردیم بریم. این دوباره چرا اینجوری راه میره؟ دوباره خیلی اینجوری داره میره. چرا مبارزه داره؟ آره خب بریم، تازه جوجه کباب خورده. آره سیر شده. خب بریم سری سراغ کار. واه 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 وارد شد. بدنو میبینی همش چربی و چیزا، عضله چیزی نداره ولی سفته مثل پراجو. این بیفته رو فکر کنم باید نه کار... بدنش چربیه درست ولی فرمه، فرم چیزی میدونی سنگین وزنی فرم داره، چرب چاغال نیست، چرب فرم داره. آره میدونم بچه منظورت فهمیده باشه. خب شورتش هم که فکر کنم تبلیغ تسلا کردن، وازلین ها رو چرب میکنه. خب ما کار دیگه با وازلین نداریم. این تیمش فکر کنم از مکزیک هم رفیق باش، نگاه کنم شبیه مکزیکی هم همشون میگم مکزیکی هم سیس با حالی دارم. چرا اینو مثلا فایت استارت کنیم، مردم منتظرن. اوه سولیم گردن کلوفتی داره خب اصلا بدنش میدونی؟ اوه اینجوری هم اومد، اینجوری اینجوری که بعد به خانواده اومده سلیمان داداش رحم کن میدونی؟ شان مایکلز، شان مایکلز میبینی اینجا؟ شان مایکلز اصلا همه چیزش فیته میدونی؟ شورت چند فیت شده رفته توش، رفته توش؟ چه حرفی هم میزنی تو ویدیو؟ رفته اون رفته تو شورت رفته. بعد صدای سگ هم میشنوید. مک ویلیامز آماده برای فایت بدون هیچ گونه حالاتون و استرسی. این داور اینو خود اصلا ما رو خورد کنه. سریع استارت کن. خب آجی 5 دقیقه شروع شد. راند یک لیتس گو استارت. استارت میخوره با یه محق زدن همون اول، مگه جب میاد یه کیک میاد یه کیک از اون ور یه اوورهند خیلی سریع همون داره زمینی کنه یه تک داون بیبی لیتس گو از سلیمان. سلیمان اینا از لحاظ وزنی چجوری هم وزن هم و هم وزنن دیگه، نمیخوره متراکمه استخون بندی همون شاید درشته. آره گردن سلیمانو گرفته پارم از من لاک کرده ولی سلیمان با لفت داره تو پوزه شان مایلز مک میاد. مک همون مربه شان مایلز. خب روی زمینی سلیمان کلا معلومه که تو زمین دوست داره کار پیش ببره، کشتی گیره از بدنش هم معلومه رسلینگ کاره بهاریه. گروه اومد مک داره تقلا میکنه که در بیاد ولی نمیتونه. تلاشه آخرش مک، مک بلند شو مک. قیچی قاتل چسبیده بهش، احمدیار پاش میزنه چپ راست. سلیمان ولی بهش نمیخوره قیچی باشه، سلیمان میخوره چی باشه؟ بوم باشه انفجار. آفرین. پهن قیچی که اینجوری نیست. نه خب ببین مهم تیز بودنش. قیچی به یه آدم اسکینیه مثلا خیلی سری میگن قیچی. دیگه میدونی لقب دیگه. خودش انتخاب کرده. حتی الان اینجوری با اسکینی بود جوانی. اوه چقدر بد داره پون اصلا معلومه روی این حرکت تمرین کرده بچه‌ها. 100 درصد. این حرکتی که اینجوری با این دست گرفته با لفت داره میخوابونه. یک دو که قدرت بدنیش خب طبیعتاً چیزی که داری میبینی به صورت نچرال خیلی بهتر از مکه. آره. مک بنده خدا فقط فیس و قواراش داشت. اون خیلی فیس هالیوودی داره. آره ولی توی هالیوود جایگاه داره. توی واقعیت جایگاه نداره. نه توی واقعیت هم جایگاه داره. الان داره پانچ میکنه ولی هر. هر چی تلاش میکنه ببین مک تلاش کرد که بلندش کنه نتونست. الان داره محکم میگه که دیگه پانچ نخوره. بعد جاگیر کرده. و اینکه به زن و بچه‌ش هم میگه بیاد فایت رو ببینی بنظرم چیز قشنگی نیست. آره قشنگی ولی خب عادیه دیگه. خب جای بچه که تو اینجا نیست که سخت باید. خب یکم راحت تر شد، یکم البو میزنه یه پانچ، دوباره یه ذره استراحت میکنه میاد بالا دوباره خودشو میکشه یه پانچ. تا اینجا کار خیلی ضعیف عمل کرده شان مایکلز امریکایی. امریکایی ما شان مایکلز هندی هم بگی داریم
اونم آمریکایی بود دیگه، کانادایی بود. خب مک چند تا پانچ داره میزنه، علی حاجی ببین چه قدرت بدنی داره، این پهنیش به کمکش اومده. میبینی وقتی میفته رو طرف، طرف دیگه اصلا نمی ببینی داره تلاش میکنه هر چیکار میکنه کمر صاف کنه نمیتونه. قدرت بدنیش اصلا خیلی بالا، پوزیشن قورباغه‌ای وایساده که نتونه مک غلبه بکنه بهش. مک بدبخ از اول تا الان زمینه بوده و داره تقلا میکنه. امتیاز رو به نام خودش ثبت کرده. 2 دقیقه مونده رانده یک تموم بشه و مک زیر پانچای احمدی ها، زیر سلطه سلیمانه. خب حضرت سلیمان به کمکش، خب خداوند به داره تلاش میکنه که نه نه، بعد باید فکر یه پلن بی باشه اینجا مک، اگه بخواد اینجوری حرکت بزنه که سلیمانو پرت کنه اون بر ناموفق میمونه تلاشش. آره من فکر ضربه زدن باشه در حال حاضر، خب ضربه هم نمیتونه بزنه، تو گردن نها کن، هوک میتونه بزنه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. که بخواد هوک بزنه دست، اولا دستاش گرفتن اجازه نمیده، دو به محض اینکه دستاشو باز کنه برای هوک زدن که الان کماکان داره میزنه. بابا سلیمان سریع از فرصت استفاده میکنه. آره اصلا ببین سلیمان مثل چیز مثل خرس میمونه هیکلش، بعد فکر کنم اصلا این خرس بیفته رو دیگه نمیتونی، الان آقا داور متوقف کرد دیگه نمیشه. خب بازی ببینیم ایستاده، ببینیم ایستاده استارت میشه، ایستارده چند مده حلاجم. خب یه جاب میاد سلیمان، یه نفس میگیره، کیک میاد، پانچای پشت سر هم دوباره میره میندازش روی زمین. سلیمان ایستاده هم چیزی نبود واقعا، با اینکه قد سلیمان کوتاه‌تره ولی کیکای خوبی زد، یه چند تا پوینت زد و رفت دوباره کارو زمینی کرد. On the ground 30 ثانیه مونده به پایان بازی و راند کامل رانده یک راست خورد هلو کرد واقعا. قیچی فایتر افغانستانه، قیچی اساسیان برازنده شه، چه پانچ‌های میزنه. 18 ثانیه برای پوینت زدن مهلت داری سلیمان جان، میتونی بزنی. البته اون رفیقمون 13 ثانیه برای در رفتن فرصت داره. خب ببینیم در آخر چه اتفاقی میفته. اوه مثل که یه اتفاقی داره میفته، هیچ اتفاقی نیفته. زندمون یا نه؟ خب تموم شد دیگه داور، ران تموم شد. آقا دارن استراحت میکنن که برای راند دو آماده شن، مربیش داره گوشزد میکنه به حکمت، میگه وقتی تک داون کردی اینجوری کن اونجوری کن. یک عدد تابلوی زیبا هم وارد زمین میشه. برو بیرون، برو بیرون از جلو چشم ماشاءالله. ببینیم راند دو، لیتس گو بیبی. راند دو داور استارت میخوره، شروع شد، شروع بریم اینو چه میکنه. محک خیلی سریع و سوسکی، سریع یه دونه جپ میزنه، یه دونه کیک، یه دونه کیک برمیگرده، یکی اوه چه جپی بلن رو زمین میکنه مثل نقل و نبات، چه خفن. پارو میگیره یه پنج جوری میزنه بعدم میندازه رو زمین. مک ویلیامز آن دی گراوند، تحت فشار قرار گرفته سلطه. یه جورای حوصله این که دوباره بشینیم 5 دقیقه این همچین آره تصویری رو نگاه کنیم و نداریم. آره یه ذره سخته، امیدواریم که اتفاق بیفته. احتمالش به سمت داشتن خرس کوهی چیزی می‌مونه، خرس کوهی، خرس کلا خرس گریزلی، خرس گریزلی، خرس کشنده، خرس گریزلی افغانستان. نه دیگه حالا پلنگ برفی آخه ما رو افغانستانه چه نگو، افغانستان خرس نداره، ولکن داره بابا، خرس داره ولی گریزلی اون شما تو کامنت بنویسید داره یا نه. خب در حال پس خرس نسواری چی بود تو کوه تو یه ویدیو دیدی؟ ما یه دقیقه استاپ میکنم، اول از همون خرس همون خوک بود، خوک بود، بعد اون اصلا ویدیو هم منو اعتراضش از کجا آورده بود؟ نه تو چاک شده بود بالا، آهوه یا آهوه خاص داره، آهوه خونهاش هم از منظورته، آهوه خونهاش خوک نسواری، خوک نسواری منظور رنگشه، بز گوشخار. آه اون بز گوشخاره دستنش چیه؟ واقعا گوشخاره؟ نمیدونم ویدیو رو به کجا ها بچه ها، ولی قاتل بهش میخوره به فیس هاش اساسی. آقا همون پوینت و همون داستان و فیلمنامه راند یک داره اینجا اتفاق میفته، با این تفاوت که تحت فشار تره مک ویلیامز. اصلا این گوشه ای که افتادن خیلی بده، یعنی گردن تحت فشار میشه و نمیتونه نفس بگیره. خب الان فقط اینجا داره تلاش میکنه مک میلر که بچه ها دست و
گردن حکمتیار رو بگیره، احمدیار رو ببخشید میگم حکمتیار، احمدیار رو بگیره و از اونورم سلیمان سعی میکنه دستاشو در بیاره که پانچ بزنه. آره 3 دقیقه مونده به پایان بازی. اوه اوه خیلی هم خونی شده، داره نفس میگیره، اصلا معلومه که کم آورده، مگ از تو فیسش میشه فهمید کم آورده. اوه اوه سلیمان رو بلندش کنه، یه دونه تک داون بیبی، نقل نوا تک داون میکنه، عین چلپک میگیره پق میندازه رو زمین. خیلی هم علاقه داره به بازی زمینی، خب اصلا استایلش معلومه کشتیگیره، ایستادن خوب عمل میکنه. ولی ببین روی زمینی داره پا رو به کش میگیره که خودش هول بده یه پولی بنازه که پاشه بابا نمیشه من دیگه الان شرط میدم سلیمان رو هر کی بیفته دیگه نمیتونه اون یارو پاشه. نه خب طبیعتا اینجوری هم نیست بابا، باور کن اینجوری هست برسن. خیلی حرفه‌ای داره عمل میکنه، میبینی یه جوری داره طرفو تحت فشار قرار میده از تمام نقاط که هیچ کاری نمیتونه غیر دفاع کردن بکنه. در نظر بگیریم که اونقدر رو آره اونقدر هم چیز نمیده، مثلا سلیمان رو بنازیم با کی مثلا هم چیز خودش میبینی جسه و استایل خودش. فعلا که رفیقمون داره بعد تحت فشار قرار میگیره، یه سری پانچای ناز داره میکنه اصلا پهلوها رو، پهلوها هیچی نمیشه مک با این پانچا، اصلا حرکتی نزد تالو، یه ضربه کامل نزد قشنگ بغل هم بودن، اصلا این فایت ها بزنن بغل بغل تو بغل، اصلا یه حرکتی نزد بگیم نه یه چند تا پانچ داشت. آره چند تا پانچ داشت، چند تا پانچ هم نخورد. آره یعنی گارد گرفت. ببین شاید اگه ایستاد ادامه پیدا میکرد میتونست یه حرکت هایی بزنه، ولی چون سری احمد یار اینا زمینی کرد این کار رو، برای همین نشد. الان میبینیم که چقدر حاجی تحت فشاره واقعا، الان دیگه داره این 4 تا 5 بزنه کار تمومه با. باز خوبه که میتونه جلو احمد یار بگیره تو این پوزیشن، تو این حالت میبینی از اونجا گردن اینا لاک کنه دست رو بگیره نذاره احمد یار. واقعا حاجی گیر بد کسی افتاده طرف، اصلا این کار از ببینید یه ذره باسن رو بلند کرد که پاشه دوباره کشید زد رو زمین. واو خیلی اتفاق بدی داره میفته. مک برو چی دوی رسلینگ کار قهاری، 1 دقیقه آره. مونده به پایان بازی داور دو... داور فهمید الان ما هم داره حوصله‌مون سر میره، گفت بلند شیم بیاین ایستاده کنیم. اوه یه نفس گیره اینو بعد ناکاوت، یه تسلیمی حرکتی بزنه آره. که به راند 3 کشیده نشه، چون راند 3 هم کپی پیس. اوه یه لو کیک تو لو کیک شد، دو تا جاپانچ میزنه، خسته شده اصلا نفس دیگه نداره، ببین پانچ هم دیگه نمیتونه بزنه، ولی بازم احتمالش هست. آره مک ببره، مک میگه چی میگم یه اوورگیرو میکنه، یه اوورهند مک دیگه جونی براش نمونده، بهتره که به راند 3 کشیده بشه این بازی، وگرنه حتی کشیدن میشه 20 ثانیه بیشتر نمونده چه پانچای بیجونی. اوه یه دونه های کیک اصلا فکرش نمیکردم سلیمان اینقدر پاش بیاد بالا، دیگه بالاخره ورزش آره دیگه من بیشتر میام تو کشتی. یای کیک میزنه دف میشه 7 ثانیه دیگه تمام، 6 5 یه دونه فرانت کیک داور گفت بیزره به پای اوور هم میزنه، خیلی خوبم دف میکنه سلیمان. راند دو هم به پایان رسید به نفر سلیمان، سلیمان قورت داد دو راند قشنگ خورد. بچه ها راند 3 رو من یکم فستش میکنم، اینجاشو فست نکن خواستی نه بذاریم رو 1 و 25. آره خوب. که یه مقدار هیجانی تر باشه برای شما عزیزا، ببینیم چیکار میکنه چند تا پوینت علی کم دارن ایستاده بهتر حال دارن، یکم ایستاده فایت کنید که ما هم هیجان بگیریم. خب اوه یه جاپونچ اوورهند یه پشت سر هم یه دونه اوورهند، اوه یه کیک میزنه دوباره همونطور که معلومه، یه تک داون، یه تک داون سلیمان، تک داون سلیمان، مرد تک داونی باید بذاریم اسمشو، مرد تک داونی افغانستان. چه پانچ هایی که توی ویدیو به این لقب دادیم دیگه اصلا یه چی لقب کم بود بر بقیه. چند تا پانچ محکم با لفت دست تخصصی بعد میزنه که یه طرف الان شاید از این زاویه فکر کنی پانچ ها نمیخوره ولی همش داره پک و پوز مک رو برای اون جا به جا میکنه. مک ویلیامز بدن به بدن چسبیدن، اصلا ببین اصلا رای هوا هم نذاشته سلیمان برای مدبق چسبیده، فقط داره چپ و راست میزنه. وای چقدر فایت عجیبی شو اینف. اوه پانچ پانچ، 1 2 3 1 2. اوه میخواد بازی رو تموم کنه حاجی، بازی باید تموم کنه دیگه واقعا.
داره بورینگ میشه. اگه واقعا میخواد تو زمینی ادامه بده سلیمان باید تو همون زمینا هم سری تمومش کنه. ستوران کپی پیس هم دیگه بود. دقیقاً مثل فایت داشتم میگفتم زکی و باید الله خیلی تو این زمینی پیشرفت. خیلی از فایت همینجوری پیشرفته بود و اول دقیقاً چپ و راست میکنه. سلیمان واقعا اگه بخواد میتونه تو همین راه کارو تموم کنه. گرچه که اگه به امتیازم برسه چه غیر متعهد چه متعهد داور رای میدن که سلیمان برنده است. داور دستشون بازه میگیری چی میگم، همه چیزشون بازه، امتیازی براشون آسونه با این آسونه. پانچا نه. با این پوزیشن کار داور راحته دقیقاً، یعنی هر کسی رو دستش بلند کنی یه داوره. آره که نتیجه درست اعلام کنه. بابا یانگی خودش نتیجه رو داد. یه ذره بلند شد نگاه کنه دوباره میکشه، باور کنه دوباره میکشه، نگاه کن دوباره میکشه داش میارادش رو زمین. گردن سلیمان اونور میخواد بگیره، گردنش هم نمیشه بگیره، اینقدر گردن داره، دو تا دست میخواد گردن سلیمان رو بگیره بخوره. نمیشه اصلا. ببین این طرف مال اصلا مال کشتیه. میبینی تا یه ذره بلند شد که نفس بکشه دوباره خوابوندش چپ و راست. ترغیب شدم بقیه فایتر هم ببینم از سلیمان. امیدواریم بقیه فایتر اینجوری نباشه. آره چپ و راست چپ و راست چپ و راست. شب خیلی بدی بوده برای مک، از اون شبای بدشانس. بدشانسی رو کرده امشب براش چون خورده به قیچی قاتل و قیچی میبینی فعلا داره مثل بمب افکن عمل میکنه و داور دوباره قشنگ همون تایم یه دقیقه خورده که میمونه تو زمینی داور میگه پاشین قانون رو دارین زیر پا میذارین شما. یه جب چه گاردای خفنه میگیره میبینی اصلا اون حریف اصلا مگو ولش کن گاردگیر قهاری هم اصلا پانچ هم که او چند تا پانچ او یکی یک شروع کرد به ضربه زدن فقط مک چپ و راست چپ و راست میگیره یعنی میزنه دوباره بابا این اصلا نباید بذاره به چسبه بهش واقعا داره سعیش رو میکنه مک روی ایستاده کار دنبال کنه ولی سلیمان نمیذاره میدونی چهار تا پانچ میزنه چهار تا دفاع میکنه میره دوباره مک رو میگیره مک پارو لاک کرده استعداد خیلی قوی داره توی تک داون کردن اصلا به قول یارو گفتن یکی آفریده شده برای یک کاری سلیمان برای تک داون کردن آفریده شده 18 ثانیه مونده به پایان بازی آیا امیدی داری به مک؟ نه آیا امیدی دارید به مک؟ نه هیچ امیدی 11 ثانیه آیا امیدی داری؟ هیچ امیدی آیا امیدی دارید؟ ورزش قابل پیش بینی غیر قابل پیش بینیه دقیقاً تو پیش بینی می‌کنی اینا تموم شد بیه. تموم شد داور بلندش کن بیاریم قسمانی دستو کی میگیره؟ خب بچه ها اینجا با یه چالش سختی روبرو هستیم، به نظرتون کی برنده است؟ کی برنده است؟ توی کامنت ها حتما بنویسید نظرتو چیه؟ خیلی سخته. خب مک سرف کنده شده، من فکر میکنم مک برنده است، خیلی خسته شده، لستفادش میکنه تو شورتش. بعد برنده این بازی همونطور که گفتم قیچی قاتل سلیمان احمد یا لتس گو ولی حق مک بود ناجوانمردانه بود. نظرتون راجع به صحبت بایانگی بنویسید، این فایت ها حتما نظرتون راجعش بنویسید. 100% یه فایتر ضعیف بوده، سلیمان هم 100% فایتر قوی بوده، ولی بازم یه خاصی فایتر دیگه شد در مقابل فایترهای دیگه هم براتون ریاکشن میریم و اگه حق مک بود توی کامنت ها بنویسید. آره برید این فایت هم از الیاس یعقوبی یکی گفته جیکوبی نیست یعقوبی برید ببینید اونجا میبینید تو بدرود.